برام خدای بزرگ و مهربان، سلام و روزتان بخیر. با اولین برنامه مجله زندگی هفته خوش آمدین. امروز روز شنبه است و سر حال و سلامت باشین و تا آخر هفته هفته خوب و خوش را پیش رو داشته باشین. تا یک ساعت با شما هستیم. امروز بازم در برنامه مجله زندگی داشته ها و موضوعات خیلی مختلف را با خود داریم. پس تا پایان برنامه همراهی مان کنین. در کنارم تمنا جان است. سلام تمنا جان، امروز شروع هفته است، یک روز هم رخصتی بود. از این بگو که روز آخر هفته را چگونه سپری کردی و امروز چقدر سر حال هستی؟ یک نگاه خداوند میگه بعد کافیست برای یکی از درهای بسته زندگیتان و من اون نگاه بلند بر شما آرزو میکنم. السلام علیکم هموطنای بسیار خوبم، آرزو میکنم در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. بازم خوشحال هستم که امروز هم فرصتی را پیدا کردیم که حالا از طریق برنامه مجله زندگی خدمت شما قرار بگیریم و داشته های بسیار خوب برنامه مجله زندگی را تقدیمتان بکنیم. تشکر مقدس، سلام بر خودت و خیلی خوب هستم و شکر خوش هم هستم. گفتی که روز جمعه را چطور سپری کردم و امروز که شنبه هست چطور آغاز کردیم. مقدس، من روز جمعه در محفل یکی از دوستا بود، در اونجا رفته بودم و بعدا امروز هم که شنبه هست دفتر آمدم با بسیار انگیزی خوب و بسیار پر انرژی و خدمت دوستای ما قرار گرفتیم. خب مقدس، بیم روی برنامه ای که امروز در برنامه چی داشته هایی داریم. در قسمت اول برنامه ما مثل همیشه گزارش داریم. همکار بسیار خوب ما مصطفی سخا امروز قرار است بر ما در مورد کتاب فروشی و همچنان در مورد فرهنگ کتاب بر ما شما بیشتر بگه. میگن زمانی که میتونی یک بگی که یک فرد خوشبخت هستی که یا دوست خوب داشته باشی و یا هم کتاب بخونی. به این اساس حالا مقدس، من خودت میخوایم بپرسم که کتاب خوان هستی یا نه؟ تمنا جان، معمولا ما بیشتر انسان ها نیاز داریم به اینکه باید مطالعه کنیم، کتاب بخونیم، به خاطر که باید سطح آگاهی ما بالا باشه. و من خودم معمولا تمنا جان خیلی مدت بود که از مطالعه کردن دور بودم و نمیتونستم که مطالعه کنم و کتاب بخونم، اما خدا را هزار بار شکر چند مدت خیلی زیاد میشه که من دوباره رو آوردیم به کتاب خواندن و اوسط مطالعه کردن من بالا آوردیم و کتاب میخونم. و به دوستای نازنین هم پیشنهاد میکنم تا عد توان، تا که وقت دارین، فرصت دارین، استفاده کنین، کتاب بخونین، خصوصا کتابایی که براتون مفید تمام میشه، باعث میشه که اوسط معلومات و آگاهی شما بالا بره. کتابهایی را انتخاب کنین که خودتون دوست دارین، باعث ازی شوه که دلگرمی بیشتر به مطالعه کردن نشون بده، نه ای که خدای نکرده باعث دلزدگیتون شه. بله، حالا مقدس هم که کتاب میخونه و من هم خیلی علاقمندی به کتاب خواندن دارم، ولی در مورد ازی که ببینیم مردم شهر چقدر علاقمند به کتاب خواندن هستن و چقدر میان کتاب میخرن و قیمت کتاب ها چند است، پس در بخش اول با گزارش در بخش گزارش با مصطفی همراه میشیم. بله، و در بخش دوم هم طبق معمول دوستای نازنین بر اطفال که همیشه باعث دلگرمی ما شده، به ما انرژی بخشیده، کارتون داریم. امروز بازم یک کارتون فوق‌العاده دیدنی را به شما کودکان نازنینه که همیشه الف مشنوین، به گپ پدر مادرتون میکنین و خصوصا به کودکایی که همیشه کوشش میکنن درس بخونن و بازیگوشی نکنن، براتون کارتون داریم و امروز هم یک کارتون را انتخاب کردیم که مطمئن هستم شما دوست دارین و از دیدنش لذت میبرین. پس منتظر باشین که نوبت بخش شما کودکای نازنین هم برسه تا شما بتونین کارتونتون را ببینین. بله، مطمئن هستم که کودکای عزیزی که همیشه مجله زندگی را تعقیب میکنن منتظر بخش جالب و همچنان دوست داشتنی خودشان هستن. میگن که ما یک مقوله داریم که شنیدن از گوش میگذره و گوش دادن از مغز. پس زمانی که ما یک چیز را با تمام هوش حواس ما که گوش بده مو حتما بر ما در ذهن ما میشنه و ما از او چیز یاد میگیریم. در بخش سوم برنامه هم بخش بسیار جالب و جذاب و پرطرفدار زبان هست. امروز هم مثل روزهای قبل استاد حسیب ایدری قرار است بیاین و بر ما و شما تدریس بکنن و ما هم سراپو گوش میدیم. تمنا جان، میگن که روابط ضعیف بین رابطه عاطفی زن و مرد باعث سردی روابط زوجان میگردن، مثل رابطه عاطفی، کلامی، حتی رابطه که منجر میشه باعث خشونت شود در بین یک زن و شوهر، که این روابط باعث میشه که همین سردی، بی‌علاقگی، از بین رفتن محبت در یک خانواده ایجاد شود، منجر به طلاق عاطفی میشه که همین در قدم نخست طلاق عاطفی زمان رخ میده که تمنای عزیز زن و شوهر برف یک دیگر گوش نمیکنن، با امی علاقه و امی نیازمندی هایی که دارن رسیدگی کرده نمیتونن،
تمام اینمی نداشتن شناخت کافی از طرف شخص مقابل دست به دست هم میته و منجر به طلاق عاطفی میشه که متاسفانه در کشور ما اوسط طلاق عاطفی بیشتر از کشورهای دیگه هسته، چون ما همیشه میبینیم که خانم ها و شوهرها باید قسمی که با هم رویه بکنن رویه ندارن، حتی باعث میشه که افراد و اولادایی که به دنیا میارن تربیه میکنن باعث دلزدگی از فامیل شوه. بیشتر فامیلا رو ما تمنا جان دیدیم که دوست ندارن امروی پدر مادرشون زیر یک سقف بشینن قصه کنن با هم وقت بگذرانن، حتی بیشتر از اولادا رو دیدیم که دوست ندارن سر دسترخوان با فامیلشان باشه، که تمام از اینا باعث شده امی بی‌علاقگی زن و شوهر بر یک دیگر شد، بر یک دیگرشان بالای رویه اطفالشان خیلی تاثیر بد گذاشته. پس اگر شما دوست دارین که در رابطه با طلاق عاطفی بیشتر بدانین و اگر شما خدایی نکرده با این مشکل سر دچار هستین، پس در بخش روانکا با ما همراه باشین. آقای امید وطن با استاد خدیجه محمدی در برنامه با ما همراه میشن. اگر شما سوالات دارین میتونین از طریق شماره تماس برنامه 0798-4012 با تماس شوین و سوالاتتون را بپرسین. فعلا هم گزارش مصطفی جان آماده هست، میریم با هم یک جا میبینیم. در ادامه برنامه با ما باشین. سلام هموطنان عزیز و بینندگان خوب شبکه آرزو، امیدوار هستم هر کجای باشین صحتمند و سر حال باشین و لباس و عافیت بر تن داشته باشین. عزیزان دل، شما شاید گفته باشین ما باز چی میکنم در پالوی کتابا. امروز میخوایم یک گزارش درباره فرهنگ مطالعه کتاب بر شما داشته باشم و ببینیم که هموطنان ما چقدر کتاب مطالعه میکنن و بازار کتاب فروشی ها در این روزا چطور است، قیمت های کتاب آیا مثل دیگه چیز آواره بلند شده یا قیمت های کتاب خوب است. شما گزارش تا آخر بیننده باشین و تمام این موضوعات را ما بر شما خواهم گفت. بیننده های عزیز، یکی از هموطنان ما کتاب خریدن آمده. سلام، خوب هستن؟ بخیر، صحتتان خوب است؟ نامتان؟ پرویز. پرویز جان از کجا هستین؟ اصلا بدخشان. از بدخشان هستین. فکر کنم کتاب خریدن اومدین. یک کتاب کار داشتم. چقدر وقت میشه که خودت کتاب میخوانی و مطالعه میکنی؟ کتاب تقریبا خب مثلا یک چند سال میشه کتاب تاریخی زیاد میخونم. کتاب تاریخی میخونی؟ خب اینقدر وقت کتاب مطالعه کردی چند تا شده؟ چقدر کتاب شده؟ تقریبا یک ده دانه. یک ده دانه. بسیار خوب. و در این روزا کدام کتاب را در حال مطالعه کردن هستی؟ یک کتاب است. خب یک کتاب. نامش چی است؟ احمدشاهی میگن. تاریخ احمدشاهی. خب پاک تاریخی است. بسیار خوب. به نظر خودت چطور است فرهنگ مطالعه کتاب در این روزا؟ جوان ها، هموطن ها مطالعه میکنه کتاب؟ مالا امی مطالعه که است در جامعه مش ما کمرنگ است در بین جوان ها. اوقدر مطالعه نیست. باید امی دولت کوشش کنه امی سطح مطالعه را در بین جوان ها زیاد بسازه. بله. دیگه امی کتاب خانه ها را چی کنن که مردم بس امی چی میگن؟ تشویق بکنن کتاب خانه ها را. بله. مردم دیگه تشویق شو با کتاب خانه. بله. پیام خودت برای کسای کتاب مطالعه نمی کنن چی است؟ ما پیام امی است که امی کسایی که مطالعه نمی کنن یک بار امی کتاب می مطالعه کنن و بفهمن که کتاب چی فایده داره. حال مردم ها زیادتر در پابجی و در گیم ها مصروف هستن. بله. از او کده پیش خدا را مسئول می شون که چی کنن یک گیم بزنن و خدا مصروف میکنن. از مسئول شدن پیش خداوند کده یک کتاب بخونن، یک قرآن شریف بروند تا ترجمه ایش بخونن. بله. دیگه بروند کورس بخونن که یک سطح آگاهی جامعه ما شما بالا بروند. بله. اگر ما کتابخوان داشته باشیم حتما کشور ما پیشرفت بکنه. پیشرفت دیگر رو به ترقی دیگر مغزهای. بله. از نگاه جامعه شناسی بالا میره و از نگاه تاریخ، از نگاه سیاست، از هر نگاه. بله. ما مطالعه کنیم سطح آگاهی ما بالا میره و یک جا درباره بعض جامعه ها ما آگاهی پیدا میکنیم. بله. قبلا آگاهی نداشتیم. اگر او جامعه بریم کتاب خوانده باشین در او باره او جامعه آگاهی پیدا میکنین دیگه با مشکلی بر نمیخوره. ما امیدوار هستیم که خود دواره تمام جوان ها کتاب مطالعه کنن. بسیار زیاد تشکر. سلامت بخیر باشین. شما بازم گزارش را بیننده باشین. هموطنان زیاد است در
داخل شهر و در روی شهر که ما همراهشان روبرو میشیم و از اونا پرسان میکنیم که آیا خودت کتاب مطالعه میکنی یا خیر. بیاین بیاین. ما خودش پاشی هستیم. خوب هستین پاشی. جور هستی بخیر. سلامت نامتان؟ نام ما رحیم الله است. رحیم الله. رحیم الله کتاب میخوانی؟ ها کتاب میخوانیم. چقدر کتاب خواندی؟ همین کتابای دینی میخوانیم و کافیه رسیدیم. خو کتابای دینی. چرا جوانا هیچ کتاب مطالعه نمیکنن؟ دلیلش چیست؟ دلیل همی است که می ذهنش فولش خراب کرده، می تلفن ها یا فیسبوک یا دیگه کاروبار میکنم، مثلا فضول بس وقت تیر میکنم. ما مو جوانه خواهش میکنیم که مثلا همی وقتش مطالعه او همی تعلیم و تربیت کوشش کنه. بله همی کوشش بهتر است که همی وطن ما که همه شمول است، باید هر افغانه همی وطن چیز کنه، تعلیم تربیت کنه، یک وظیفه یک خدمت کنه. بله یعنی اگر ما مطالعه بکنیم، کتاب بخونیم، میتونیم خوب خدمت کرده به وطن. بالکل ما خوب کار است که مثلا. بسیار زیاد تشکر. سلامت بخیر باشین. تشکر سلامت باشین. خودم جوان هستی، چقدر کتاب مطالعه کردی؟ حالا من خود لیسانس هستم بخش حقوق علوم سیاسی. کتاب مطالعه کردیم، کتاب خیلی خوب است در زندگی، در همه امورات خوب است، فهم آدم بالا میکنه، دانش آدم بالا میره و خیلی خوب است. بعض چیزایی را که نمیفهمیم میتونیم از کتاب ما معلومات به دست بیاریم. بله کدام کتاب ها را خودت بیشتر مطالعه میکنی؟ من بخش های روانشناسی را زیاد مطالعه کردیم، بخش های علمی است، بخش های دینی را معلومات کردیم، مطالعه کردیم بعضی کتاب ها. و همین جوانایی که پیش خودت میاین، به نظر خودت زیادتر شوقشان به موبایل و گیم و این چیزا زیاد است یا مطالعه یگان تایش هست که شوق داشته باشن؟ والا به نظر من فعلا همین جوانا که هستن فقط این همین گیم پابجی است، موبایل است، میاین والا رمش بالا باشه. به نظر من از کتاب که خیلی دم به موبایل مصروف هستن. بله بینندگان عزیز، در داخل کتابخانه و یا همون نمایشگاه بزرگ کتاب فروشی در شهر قرار دارم و باش که همی صاحب همی کتاب فروشی و یا نمایشگاه کتاب را پیدا بکنم. همینجا خو یک چند هموطن ما هستن. سلام علیکم. صحتتون خوب بخیر؟ خوب هستین بخیر. سلامت جور بخیر. بخیر و سلامت باشین. نمیفهم گواردی ما در اینجا جای میشیم نمیشیم. نامتان و معرفی بکنن خود را که در این نمایشگاه کتاب چیکار هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم هست عبدالرحمن، یک تن از محصول نمایشگاه بین‌المللی دائمی کتاب سعادت در مزار شریف. کدام بخش ها را شما دارین؟ بخش اطفال، بخش جوان ها، بخش کهنسال ها فرق میکنن؟ بسیار خوب گپ زدین. ما در این کتاب خانه نمایشگاه بین‌المللی بخش ادبیات داریم، بخش تاریخ داریم، بخش روانشناسی داریم، بخش جامعه شناسی داریم، بخش اقتصاد داریم، حقوق داریم، طب داریم، بخش علوم دینی داریم، بخش قرآن کریم است، بخش اطفال است، بخش معلومات عمومی است و بخش ریاضی، بخش پشتو، بخش پشتو، در بخش ژورنالیسم، در بخش سیاسی، در بخش در هر بخشی که در چی خوانده میشه، در بخش جغرافیه، بخش در تمام بخش ها در این کتابخانه موجود است. بله بیننده های عزیز، قسم ما براتون در آغاز گفتم هر قسم کتابی که شما بخواین در این نمایشگاه و در این فروشگاه پیدا میشه. بیاین خیلی این کتابم میخوایم که خب فامیل های عزیز و بیننده های عزیز، اگر شما میخواین که اطفالتان خوب تربیه شون و خوب بزرگ شون، از امیال اینی کتاب ها را برشان نشان بتین، اینی کتاب ها را برشان بخرین، خریداری بکنین. درباره نرخ های عزیز بگوین استاد که هموطنان ما بیاین باز بخرن. نرخ های کتاب های اطفال چندی است؟ ارزانش چند است؟ قیمتش تا چند راست؟ بسیار خوب. این کتاب های اطفال ها میبین تعلیم بزرگترین سرمایه است. جایی که مکتب نیست کتاب اطفال است. اینا پایین ترینش هم کتاب های اطفال از 20 افغانی گرفته است. 20 افغانی است، 30 افغانی است، 40 افغانی است، 50 افغانی است. یک کتابش که با رنگ دایره المعارف است، باز کتاب های بزرگتر است برای جوانان است و قیمتش بالاتر است و پایینش برای اطفال که میگیم از 20 افغانی، از یک تعداد کتاب هاست اینه ده افغانی. بسیار خوب. چقدر خوب اگر فامیلای محترم بیاین برای اطفالشان کتاب خریداری بکنن
اطفال نازنین از سن خردشان، از طفولیتشان که به فرهنگ مطالعه کتاب آموخته شون عادت بکنن، به سن ما که رسیدن دیگه پروفسور میباشن. بیاین میریم خیلی طرف کتابایی که جوان ها مطالعه میکنن، نرخای ازیر هم بگوین و از این بگوین که بیشتر جوان ها کدام از این کتاب ها را میاین از شما خرید میکنن. یک کتاب را به نام یادداشت از طرف خدا، این کتاب یادداشت از طرف خدا است، ما را زندگی ساخته، خدا کنند شما را اندیشه ها بسازد. قیمتش این کتاب قبلا که بود در ایران چاپ میشد 250 بود، حالی فعلا که داخل کشور خودی ما و شما چاپ شده 200 افغانی است. بله بله. هموطنان عزیز، یک کتاب را من براتون پیشنهاد میکنم که اگر شما علاقه به کتاب دارین، این کتاب را حتما بخوانین، باز میفهمین که زندگی یعنی چی و زندگی کردن یعنی چی. بیننده‌های عزیز و هموطنانی که همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین، این بود گزارش امروز ما از فرهنگ و مطالعه کردن کتاب. اگر شما می‌خواهید باز هم یک زندگی شاد، یک زندگی خوب داشته باشین، پس همیشه کتاب مطالعه بکنین، خود را عادت بدین همراه کتاب. واقعا کتاب یک دوست خوب است. تا گزارش بعدی که بازم خدمت شما قرار می‌گیرم، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. در ادامه برنامه با شما هستیم. فعلا هم بخش آموزش زبان است که در برنامه استاد عصی بیدری با ما یک جا میشن و با ما و شما زبان انگلیسی را یاد میده. پس شما هم فراموش نکنین که قلم و کتابچه در دست بگیرین، استاد چیزی را که یاد میده شما یادداشت بگیرین و خیلی با دقت گوش بکنین تا بتونین به زودترین فرصت کسایی که علاقه‌مندی هست زودتر زبان انگلیسی را یاد بگیرن یاد بگیرین. بله، و قبل از اینکه بریم طرف ای که استاد با ما تدریس میکنن، شاید شما هم شنیده باشین از کسایی که تقریبا 10 سال از تجربه زندگی مشترکشان میشه و یا هم 4 سال زمانی که یک زوج تازه میخوان یک رابطه را تشکیل بدن، باز برش میگن تو از این سالهای اول زندگیت لذت ببر، زمانی که 2 سال از زندگیت بگذره دیگه تو نمیتونی مثلا لذتی که حالا میبری از زندگیت و این خوشحالی را که داری نمیتونه برات باقی بمونه و این زود میگذره. و حالا ای که ما هم شاید در محیطی که زندگی میکنیم بیشتر ببینیم خانواده‌هایی هستن و زوج‌هایی هستن که در زیر یک سقف زندگی میکنن، ولی هیچ روابط عاطفی با خودشان ندارن و دلیل این همه بی‌مهری چی بوده میتونه؟ آیا این همه طلاق عاطفی هستن و طلاق عاطفی چی است؟ پس موضوع بحث امروزی ما در بخش روانکاو برنامه امروز طلاق عاطفی هست و شما که اگر در این مورد سوال دارین میتونین بخش چهارم برنامه ما رو بیننده باشین که همکار بسیار خوب ما آقای امید وطن همراه با استاد خدیجه در این مورد صحبت میکنن و حالا هم میریم با هم یک چای از استاد حسیب حیدری آموزش میبینیم. Hi everybody, سلام به همه تان دوستا. I hope all of you doing great and awesome. امید که هر جای هستین جور و صحت و سلامت باشین. برنامه مجله زندگی هست، بخش آموزش زبان انگلیسی و ما هم حسیب الله حیدری هستم. طبق معمول جلسه امروز ما هم شامل سه بخش است که بخش اولش یک شورت گرامر داریم. دوستایی که گفته بودن که ما آیا ما میتونیم در یک جمله هاو و هد و یا هم هد و هد یک جای استفاده بکنیم، در قرار است که ما یک اکسپلین و هم دیتیلز داشته باشم براتون. و بخش دوم برنامه هم ما فریز داریم که چطور به انگلیسی بگویم مرا فریب نتی، رنگت پریده و چه قسم به انگلیسی بگویم که طرف ما قد سای نکو. و طبق معمول در بخش اخیر هم ما یک داستان کوتاه داریم. خب دوستا، قسمی که براتون یادوی کردم شارت گرامر هم امروز فرق بین 4 جمله هست که شاید دو تایشه شما بفهمین که بسیار از من مطمئن هستم بسیار از شاگردا کسایی که انگلیسی میخونن شاید فیس یا هم موجه نشده باشن با این جملات. اول میریم طرف یک دیتیل سه کوتا. قسمی که جمله اول میبینین، دوستایی که زیاد تاکید کرده بودن که آیا ما استفاده کردن میتونیم، امروز قرار است که براتون تشریح بکنم. درست است؟ جمله اول گفتیم که I have a book. کل ما میفهمیم که زمان حال است. I have a book. من یک کتاب دارم. تحور بار در سوی هم جلسه های گذاشته ما خوانده ایم دیگه. I have a book یعنی من یک کتاب دارم. زمان حال ما رو نشان میده که نمیال چی داری؟ یک کتاب داری. I had a book. من یک کتاب داشتم. زمان گذشته است. دیروز یک کتاب داشتی اما فعلا نداری. درست است؟ زمان گذشته است. و آمدیم به جمله سوم و چهارم. جمله سوم داریم I have had a book. این کدام زمان است و چی معنی میده و چطور میتونیم چی بکنیم معنا بکنیم. و هم جمله دیگه داریم I had had a book. این چی معنی میده؟ I have had a book است دوستا زمان کامل است یا هم
پریزنت پرفکت تنس زمان حال کامل است. اول یک دیتیل بسیار کوتاه فرق بین زمان گذشته و زمان کامل براتون میتونم دوستان. زمان گذشته زمان است که در گذشته شروع شده. اول براتون زمان بگویم که زمان شکل از یک فعل است که برای ما نشان میده یک حالت ما یا هم یک عمل ما چه وقت اتفاق میفته. من دیروز کابل رفتم، عملم اتفاق افتید چه وقت؟ دیروز. این چی میگه؟ زمان میگه. زمان به شاخه های خیلی زیاد تقسیم شده. به خیلی جلسه های آینده براتون من خواهد گفتم. و داریم ما زمان گذشته زمان کامل. فرقش چیه؟ زمان گذشته زمان است که در گذشته شروع شده و در گذشته ختم شده در یک وقت مشخص، در یک تایم مشخص. مثال چی میگی؟ من کتاب داشتم، وقت شده ذهن من معلوم است که چی وقت داشتم دیگه. اما زمان کامل چی است؟ زمان است که در گذشته شروع شده، در گذشته تمام شده، اما در یک وقت نامعین. درست؟ البته دیتیل زمان کامل خیلی زیاد است. من فقط اشاره یا هم زمان کامل یک بسیار شارت اکسپلین میکنم به حواحد که چه وقت استفاده کردم میتونیم و چی معنا میده. زمان کامل خیلی استفاده هم داره که در گذشته شروع شده و فعلا هم جریان داره و فعلا هم جریان داشت. یک قسم ما گفتم میتونیم، اما ما فقط به این جمله میگیم که زمان کامل زمان است که در گذشته شروع شده، در گذشته ختم شده، اما وقتش پیش ما نامعین است و هم نامعلوم است. مثال چی میگی؟ من کتاب داشتم، یک کتاب داشتم، معلوم نیست که چه وقت داشتم. اما این جمله چی معنا میده؟ I have had a book، من یک کتاب، یک کتاب داشتم. چی معنا میده؟ من یک کتاب داشتم، یعنی در ذهن وقتش معلوم نیست که ما چی وقت داشتیم. I have had a book، من یک کتاب داشتم. اینجا چرا have آمده، چرا had آمده؟ ما استرکچر داریم subject plus have plus has plus verb tree plus complement. subject ما اینه، از آی ما همراه آی از تو وربا هف استفاده میشه. اینی ورب تری ما شکل سیوم است، هف ما شکل سیوم نداره. شکل دومش هم هف است و شکل سیومش هم چی است؟ شکل دومش هم هد است و شکل سیومش هم چی است؟ هد است. من میخاطر اینجا هد آمده، یعنی من یک کتاب داشتم. آی هد هد ا بوک چی مانا میده؟ من یک کتاب داشته بودم، من یک کتاب داشته بودم. این چی از زمان کامل گذشته است دوستان. زمان کامل گذشته زمان است که در گذشته پیش از یک عمل دیگه چی شده؟ اتفاق افتیده. فرض مثال، ما برای تا کتاب خریدیم، او کتاب طرف سیل میکنی، چی میگی؟ من از این کتاب داشته بودم. زمان کامل گذشته زمان است که پیش از یک عمل دیگه او عمل چی کرده باشه؟ اتفاق افتیده باشه. ما کتاب برات خریدیم، طرف کتاب که میبینی چی میگی؟ من از این کتاب داشته بودم. I had had a book. درست است؟ اینجا ما استرکچر با داریم subject plus had plus verb three که با اینه had ماست و complement هم book. من یک کتاب داشتم، من یک کتاب داشته بودم. فقط معنایش اینه می هست. و یادتان باشه که زمان کامل گذشت و زمان کامل از خود دیتیلز خیلی زیاد داره دوستا. فقط ما مورد استفاده ای زمانه به امید دو لغت هف و یا هم فعل کمکی هف و حد برتون ذکر کردم و یا هم منشن کردم. خب دوسته بود بخش شورت گرامر ما. اکسیدون فریز داریم. در خانه سی پدرت یک کار گفته، او کار انجام نتونستی. پدر طرفت میکنه میگه بچه های مردم ها، پدرهای جان یک گپ میگه، زمین مثال دو کف میکنه، او کار انجام میده. اگه مگم امی اولادای مرا مثال به طور هم میگه خدا زده بلا زده همین کار انجام ده نمیتونه، یک کار انجام ده نمیتونه. این میگه چه قسم میگه؟ سی بگویم You had one job. You had one job، خودت یک کار هم انجام داده نتارستی. امروی نفقید مثال شوخی داری، پیسیت برده، طرفش میکنی میگی لطفا مرا فریب نده. چه قسم به انگلیسی بگویم؟ Don't deceive me. Don't deceive me. مرا فریب نده. دوستان بعد از یک چند وقت میبینی که رنگ روش یک قسم پک پریده. میگه بچه چی که پس؟ میگه چند دقیقه پیش والا مرا یک سگ مرا پیش کرد. چه قسم به انگلیسی بگویم که رنگ روی پریده؟ You look pale. رنگ روی پریده. You had one job، یک کار هم انجام داد نتونستی. Don't deceive me، مرا فریب نده. و you look pale، بیخی رنگت پریده. خب دوستایی بود بخش phrasal verb ما. دوستان کوتاه ما امروز راجع به یک خانم
یا هم راجع به یک دختر و مادر است. یکی از روزا یک دختر همراه مادر خود جنگ میکنه، دعوا میکنه، نزاع میکنه. دختر اعصابش خراب میشه، خانه رها میکنه، ترک میکنه، میره. بعد از یک چند ساعت دختر احساس گرسنگی میکنه. پیش که میای میبینه که یک کیک فروشی از طرف کیکوک سعی میکنه، میبینه که در جیبش پیسه هم نیست و صاحب همون دکان یک خانم بوده. طرفش میکنه میگه که دخترم گرسنه هستی؟ میگه من گرسنه هستم اما پیسه ندارم. میگه خیر گپ نداره، میگه بیایم چاش تو هم امروز میمان ما باش. خوی دختر قبول میکنه، امی خانم برش چای میگیره، برش کیک میگیره، برش میمونه. این دختر با هر کیک مثلا هر لقمه کیک که دادن خود میکنه و هم چای که میبره داره بسیار زیاد تشکر میکنه. میگه خاله جان بسیار زیاد تشکر، من هیچ وقت نمیتونم احسان شما رو چی بکنم، احسان شما رو مثلا برآورده بکنم و هم امو مثلا کاری کردین ما برتون مدیون هستم واقعا. بعد از یک چند لحظه دمی اخیر این دختر چشمانش اشکباران میشه، گریان میکنه. خانم پرسان میکنه میگه دخترم چرا گریان میکنی؟ میگه امروز من همراه مادرم دعوا کردم، جنگ کردم. مادر مرا گفت که از خانه برای دیگه در خانه نبی. این خانم طرف ای دختر میکنه میگه چطور امکان داره؟ میگه من که برات فقط یک دو تا کیک یک گلاس چای دادم، از من چقدر تشکری و مدیون گفتی و مدیون گفتی. میگه او پدر مادر که و یا هم او مادر که تو را 20 سال مثال بدون کدام گپ سخن به تو زحمت کشیده و آشپزی کرده و یا هم او پدر که بدون کدام گپ سخن برات لباس خریده، میگه هیچ تو امکان نداره. میگه این دختر بسیار پشیمان میشه از کارش، گیران گیران دوان دوان میره طرف خانهشون. وقتی طرف خانهشون میره میبینه که مادرش جان درازه ساده است. طرفش میکنه میگه دخترم کجا هستی؟ ساعت ها من تو را پالدر هستم. میگه بیا که غذا سرد میشه از نان چاشت نماری. پیش مادرش میره دوان دوان یک بوسه جانانه مادرم میکنه، دستش بوسه میکنه، بسیار زیاد مزه خواهی میکنه. بله دوستا، بعضی وقتا مردم ها و هم افرادی که در چهار اطراف ما هستن هر کاری که میکنن ما بسیار زیاد تشکری و هم سپاسگزاری میکنیم، بسیار زیاد تشکری میکنیم. یک کاری خوردم که انجام میده، بر حالی که فامیل ما، پدر ما، مادر ما 20 سال است، 25 سال است به بهانه بر ما خدمت میکنه، به بهانه بر ما مثال آشپزی میکنه، به بهانه بر ما لباس میخره، به بهانه بر ما مثال بر ما پیسه میده که مثال درس بخونیم، و هم عمو تو اعضای فامیل دیگه و هم برادر است و هم خور است بدون بهانه. چی خوب است دوستا که امی تشکری و هم سپاسگزاری را که واقعا لیاقت پدر، مادر، برادر و خواهر ما چی بکنیم، نثار بکنیم و یا هم بگوییم. بله دوستا، بعض وقتا این الفاظ که تشکری میکنی و یا هم میگی که دوست دارم خیلی ها ارزشمند است از پیسه کده. پدر مادر که هست اگر نمیتونی کدام چیزی برشان بکنی فقط بگو بسیار زیاد تشکر پدر جان، مادر جان، زحمت میکشی، بسیار زیاد تشکر. یادتون باشه که همیشه عضو فامیل تست که تو هستی، اگر خودت نباشی عضو فامیل نیست، اگر عضو فامیل نباشه خودت نیستی. خب دوستا، این بود بس و هم جلسه امروز ما. با امیدی که اگرام چیزا مخته باشین. Until next time, bye bye, goodbye. همیشه دنبال خوبی باشید نه زیبایی، زیرا هر آنچه خوب است همیشه زیباست، اما هر چیزی که زیباست همیشه خوب باقی نمیماند. سلام و عرض ادب و احترام دارم به تمامی عزیزان بیننده. با ادامه برنامه مجله زندگی خوش آمدین. ما امید وطن هستم در بخش روانکاو با جناب استاد خدیجه محمدی، روانشناس کلینیکی. امروز مهمان خانه های شما هستیم و قرار است روی تلقای عاطفی از دید روانشناسی صحبت های داشته باشیم. اگر شما مشکل و آسیبی دارین و میخواین بپرسین و میخواین راهکار دریافت بکنین، به شماره تماس 0798 402 بگیرین و سوالتان را بپرسین. جناب استاد سلام، روزتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام، روز شما بخیر. عرض سلام و احترام خدمت همکارای گرامیتون و همچنین بینندگانی که ما را دنبال میکنن. امیدوارم که تا ساعت از این روز به خوبی سپری کرده باشید. ان شاء الله خدمتتون هستم. قربانتان. بپردازین استاد به اینکه طلاق های عاطفی چی است، چی تعریف دارد. شاید به بیننده به بعضیشون گنگ باشه، چون دائما ما در جامعه متاسفانه با این حالت سر دوچار هستیم و بعضا فامیلا با بعض مشکلات کوچک که در بینشون ایجاد میشه سرانجام به طلاق می انجامن. حالا در مورد طلاق های عاطفی بحث بکنیم. طلاق عاطفی در واقع همسران جدا از همدیگر نیستند. زیر یک سقف زندگی میکنن ولی در بین اینها دیگه صفا، صمیمیت، مهر، عشق و محبت خبری نیست.
و اینا به طور روزمره در کنار هم زندگی رو سپری میکنن، احساسی نسبت به همدیگر ندارن. در واقع به همین همخانه بودن بسنده میکنن و زمانی که فضای خانه خالی از احساسات دلنشینی مثل مهر، محبت، عشق و صمیمیت باشه، اینها دیگر از با هم بودن با هم، از وقت گذراندن با هم، در کنار هم بودن، وقت گذاشتن با هم دیگر لذت نمیبرن. و اینجا هست که میتونیم بگیم که طلاق عاطفی اتفاق افتاده و اینها در طلاق عاطفی بنا به دلایلی ممکنه به خاطر که فرزندانی دارن، به خاطر فرزندانشون، به خاطر اینکه ترس از قضاوت دیگران و از شنیدن حرفهای دیگران، فشار خانواده و همچنین اینها باعث می شود که اینها در کنار هم این زندگی را تحمل کنه. ولی خب هر آنچه که هست در این زندگی بحث مالی و نمیدونم فقر و اعتیاد اینها نیست. اینجا بحث فقر عاطفی هست. یعنی اون فضا و اون صمیمیت اینها در این زندگی وجود نداره. بله استاد، بپردازیم به علائم و نشانه های طلاق عاطفی، چون که هرگاه ما در مورد اختلالات صحبت میکنیم و یا هم در مورد مشکلات فامیلی صحبت میکنیم، دقیقا توسط علائم سر میگیرن. و حالا اگر شما اشاره داشته باشین که کدام علائم در بین زن و شوهر باعث میشه که اینا طلاق عاطفی داشته باشن و کدام نشانه ها است که بتونن جلوگیری بکنن؟ یکی از نشانه های بارز و عمده در طلاق عاطفی که ما تشخیص بدیم که نمی زوج دچار طلاق عاطفی داره میشه، کاهش قابل توجه وقت گذاشتن برای همدیگر هست. شخص برای همدیگر وقت نمیگذارن، کمتر با هم صحبت میکنن، کمتر با هم بیرون میرن، کمتر با هم مشترکات دارن. اینجا دیگه یک از نشانه های بارز طلاق عاطفی همین هست. و نشانه بعدی این هست که اینها اما اشتباهات و رازهای همدیگر را فاش میکنن. یعنی تا دیروز در واقع جنگشون، دعواشون، گفتگوهاشون داخل خانه بین خودشون بود، اما از این روز دیگر کم کم اینها انتقال پیدا میکنه به اطرافیان، کم کم خانواده ها دخالت داده میشه، پای آنها در وسط میاد. اما ما باید بیاد داشته باشیم که تعهد در زندگی فراموش نکنیم و به هیچ عنوان ما تحت شرایط حق نداریم که رازهای همدیگر را فاش کنیم. ده. اگر مشکلی هست، اگر مسئله هست، خب متخصص داریم، مراجعه کنیم به متخصص، کمک بگیریم. و گفتن این مسائل و مشکلات و انتقال آنها در خانواده ها، مخصوصا اگر اصول و قواعد را ندانم، مشکلات بیشتر میکنم. مورد بعدی کاهش نوازش های کلامی و غیر کلامی هست. اینا به میزان قابل توجه همو کاهش نوازش های کلامی و غیر کلامیشون کاهش پیدا میکنن و این باعث میشود که رابط زناشویی با مشکلات و با سردی مواجه بشود. و نشانه بعدی ترد و پس زدن هست. ما در طلاق عاطفی ترک نداریم، ولی ترد و پس زدن رو داریم که ترد میکنن و پس میزنن و ایره به زبان هم بیان میکنن که دیگه برام مهم نیستی، دیگه حالم با تو خوب نیست. یعنی در واقع کمی حالم خوب نیست، احساس خوبی نمیده، اینها از همدیگر چی میکنن؟ فاصله میگیرن. مورد بعدی عدم پذیرش و سکوت هست. زمانی که یک نفر تلاش میکنه، یکی از طرفین خواسته هاش، انتظاراتش انتقال میده، صحبت میکنه، طرف مقابل نمیشنوه، توجه نمیکنه، اهمیت نمیده و اینجا این نفر به این نتیجه میرسه که باید سکوت کنم. یعنی در واقع تبدیل میشه به یک دیوار سنگی و این سکوت خیلی نشانه بدی هست. همطور در برنامه های قبلی که ما صحبت کردیم که در گفتگو و صحبت هست که ما میتونیم حل مسئله کنیم، در گفتگو و همراهی و همفکری هست که مشکل چی میشه؟ حل و فصل میشه. نشانه بعدی هست که اینا در دعواهاشون، مشاجراتی از اینا خیلی خشین هست. دعوا و مشاجره در همه زندگی ها هست، ولی افرادی که دچار طلاق عاطفی میشن در دعواها مشاجره خیلی بی احترامی میکنن، خیلی توهین میکنن، خیلی خشونت به خرج میدن و یه هم میتونه مثل دو تا نفر که انگار دشمن خونی هن مقابل همدیگر قرار گرفتن، میخوان خیلی همدیگر رو بجه و همدیگر لطو پار کنن. یه همچین حالتی در اینها اتفاق میفتن. و همچنین نشانه های فیزیولوژی و مسائل مثل استرس، استراب و فشارهای روحی و روانی را همه اینها از جمله نشانه هایی میتونه باشه که ما تشخیص بدیم که فرد دچار طلاق عاطفی شده. واقعا بعض وقت استاد مطالعاتی که ما انجام میدیم میبینیم که متاسفانه در اغلب مواقع وقتی که یک زن با شوهر و یک شوهر با خانمش نزاع و دعوا داره،
آنقدر کوشش میکنن که دو نفر همدیگر را ملامت بکنن به جایی که همدلی بکنن کمک یک طرف از خودگذری نشون بده. البته نظریات ما بر نمیخوره به خانم و آقای، ما مختص کنیم که آقای گرامی و بانوی گرامی شما گذشت بکنین، باید هر دو طرف گذشت داشته باشه. متاسفانه حالت ها در جامعه ما است. بپردازین استاد به سبب ها و پیامد های طلاق های عاطفی در بین جامعه و در بین فامیل. اولین پیامدش خب همین هست که در این زندگی دیگه خبری از آرامش نیست، خبری از امنیت نیست. هدف از ازدواج چیه؟ رسیدن به آرامش هست. ولی در طلاق های عاطفی شخص دیگه در این ازدواج اون امنیت و آرامش احساس نمی کنه و هر دو طرف مدامی در استرس و استراب به سر میبره و افسرده میشن. در نهایت افسردگی گریبان یک از اینها را حداقل میگیره. و همچنین از جمله پیامدهای دیگه این رابطه های موازی هست، مسئله خیانت ها اتفاق میفته و روی فرزندان بسیار آثار و تاثیرات منفی داره. یکی پس بنابراین هم سلامت روان، هم امنیت اینها، هم آرامش اینها و هم اون زندگی متعادلی که باید باشه نیست. شاید اینها سالها در کنار هم زندگی بکنن ولی در واقع مثل دو تا همسایه، مثل دو تا همخانه هست و گفتیم بنا به دلایل که طلاق گرفته نمیتونن. ولی خب پیامدهای بسیار ناگواری هم روی فرزندان، هم روی و هم روی جامعه. جامعه ما تشکیل شده از نهاد خانواده. وقتی که نهاد خانواده سالم نباشه، متعادل نباشه، نمیتواند فرزندان سالم، نسل سالم و نیروی کارآمد و مفید را به جامعه تحویل بده. در نتیجه یک نیروی هم که تحویل بده یک نیروی غیر کارآمد و نیرویی که ممکنه با مشکلات های سلامت روان مواجه باشه و خود این زن و مرد. پس بنابراین حتما هم خانواده، هم خود شخص، هم فرزند و هم جامعه را تحت تاثیر خودش قرار میده. دقیقاً در جریانی که شما صحبت میکردین استاد، ما یک تماس هم داشتیم که متاسفانه نتونستیم به استودیو وصلش بکنیم. خواهر ما صدف جان از ولایت هرات تماس گرفته بودن و یک سوال را دور از موضوع برنامه پرسیدن. با اصرار زیاد گفتن من بسیار زود عصبانی میشم در حالت که ورزش هم انجام میدم و اگه انسان مطالعه‌گر هم هستم و کتابخوان هستم، اما در اکثر مواقع زود عصبانی میشم. چی بکنم تا من خشم و عصبانیتم را کنترل بکنم؟ عصبانیت خب علتی داره، عواملی داره. ممکنه که این شخص از جمله کسایی باشه که خود همین شخص خلأ عاطفی داشته باشه، یعنی کسی باشه که خیلی نیازهای فروخورده داشته باشه، یعنی دچار خشمهای انفجاری هست این شخص که نمیتونه عصبانیت خودش رو کنترل. اول اون علت باید پیدا بشه. ما نمیدونیم، با خود این شخص صحبت نکردیم که در چی هست. بعد از این شخص به محرک هایی که را عصبانی میکنه ای را شناسایی کنه. در چی موقعیتی، در چی شرایطی من عصبانی میشم؟ محرکی که مرا عصبانی کرد اون محرک چی بود؟ آیا اون محرکی که مرا عصبانی کرد اونقدر بزرگ بود که من عصبانیت به خرج دادم؟ یعنی در واقع ارزیابی کنه که میزان عصبانیت واقعی در مقابل همین چی بوده. اما مورد بعدی این که همون لحظه که عصبانی شد خودش میفهمه که یعنی من یک خشم انفجاری رو ممکنه که رها کنم، موقعیت ترک کنم. اگر داخل دادیز بره اتاق، داخل اولی چند قدم بزنه و اینکه آرام دراز بکشه، نفسهای عمیق بکشه و به آرامش ذهنی و روانی خودش کمک کنه. اگر این راهبردها رو استفاده کرد نتیجه نگرفت، حتما باید به روانشناس مشاور مراجعه کنه. دقیقاً دین مبین اسلام هم همچنین پیشنهاد را استاد میکنه. وقتی که میگن شما عصبانی میشین، باید اول خب اگر در موقعیت هستین ترک بکنین یا یک جای آرام را اختیار بکنین یا وضو بکنین، نماز بخونین. استاد، ازدواج های اجباری و یا هم ازدواج هایی که به میل دل فامیلا صورت میگیره، در افغانستان متاسفانه یک رسم رواج است که اگر پسر کسی را انتخاب میکنه، پدرش میگه نه، ما دختر فلانه کسی را باید انتخاب کردیم، یا خواهرزاده یا برادرزادیم، یا اگر دختر خواهیش حق انتخاب نداره در بعض مواقع و در بعض جای ها. حالا ازدواج هایی که اجباری صورت میگیره، یعنی خواست طرفین در روز اخیر نیست، چقدر در معرض سر دچار شدن و طلاق های عاطفی اینو به سر میبرن؟ اصلا یکی از عوامل عمده طلاق عاطفی ازدواج های اجباری است. ازدواج های اجباری که خانواده ها میگه تو فعلا قبول کن، عشق بعد درست میشه. بعد از اینکه ازدواج کردیم، بعد از اینکه نکاح خوانده شد، این عشق میاد در حالی که نمیاد. بعد از اون دوباره که بعد از عروسی نمیاد، میگه که شما اولاددار بشید، یک فرزند، دو فرزندی بیاد، این عشق. اما این عشقی که از اول نبوده، احساس که از اول نبوده، هیچگاه نمیاد. ازدواج یک رابطه درمانی نیست که بتونه اینها را درمان کنه و یک رابطه احساسی هست.
و متاسفانه یک دلایلی که ما اینقدر طلاق های عاطفی رو در جامعه خودمان خیلی داریم زیاد هست و دلیلش هم ازدواج های اجباری هست، چون ازدواجی که بنابر مصلحت خانواده اتفاق افتاده به دلیل اینکه نتونسته روی حرف پدر مادرش گپ بزنه بالاخره راضی به این ازدواج شده ولی هیچ احساسی نسبت به طرف مقابل نداره. وقتی احساس نباشه، حس خوشایند نباشه و نمیتونه با این کنار بیاد، نمیتونه با این صحبتی داشته باشه، با این مشارکت اصلا چیز مشترکی برای همدیگر به اشتراک گذاشتن نداره و مسلما این در طلاق های عاطفی خیلی نقش داره و یکی از عامل عمده طلاق عاطفی است. استاد، بارسترین شروط یک ازدواج موفق از دیدگاه یک روانشناس چی میتونه باشه؟ در حالت که بعضا ما اشارات زیاد میداشته باشیم که در صورت امکان باید شما با کس ازدواج بکنین که با تمام معیارات ذهنی شما برابر باشه و با معیارات که گهگاهی فامیلا میخوای، اما بعض وقت شرایط ما را اجازه نمیده و بعض وقت روزگار حتی اجازه نمیده و بعض وقت فامیل ها اجازه نمیده. حالا بارسترین شروط یک ازدواج موفق کدام ها میتونه باشه و بارسترین شروطی که میتونه یک ازدواج ناموفق داشته باشه کدام ها میتونه باشه؟ در حد 30 دقیقه اگر اشاره بکنین. همه این چیزایی که شما گفتین من میپذیرم. در جامعه از ما یک سری مسائل هست که ما ممکنه که ازدواج موفق نتانیم رقم، ولی اگر کسی میخواد که ازدواج موفق داشته باشه، اگر زندگیش برایش ارزشمنده باید موانع برداره، باید مبارزه کنه و در مسیر ازدواج موفق قرار بگیره. از جمله ازدواج های موفق یعنی بخوای ویژگی هاش بگیم، سلامت روان، سلامت جسم و آگاهی از تفاوت‌های همدیگر، یعنی زن و مرد نسبت به همدیگر باید تفاوت‌های همدیگر آگاهی داشته باشه. مسئله همپذیری، وقت گذاشتنی برای همدیگر، توانایی شنیدن، توانایی ابراز وجود، توانایی بیانات خواسته ها، انتظارات و نیازها ما باید داشته باشم. و همچنین همخوانی و همکوفتن از خیلی مسائل مثل مسائل خانوادگی، مسئله سین، مسئله تحصیلات و حتی نیازهایی که ما خیلی نادیده میگیریم متأسفانه در جامعه ما تابو هست، مسائل و نیازهای مربوط به مسائل جنسی. اینها از یک خلاصه هست از چیزهایی که متأسفانه ایران باید بگم که خود افراد نمیتوانند این ابعاد مورد ارزیابی و بررسی قرار بدن. اولی که اصلا ممکنه زمینه شناخت آشنایی فراهم نباشه، اگرم فراهم باشه که حتی 6 ماه یک سال اینا در ارتباط باشه، آدما خیلی خوب بلدن نقش بازی کنن، یعنی خود واقعیشو عرضه نمیکنه تا زمانی که بالاخره زیر یک صف قرار بگیره، خیالش راحت بشه که دیگه امکانی فراری وجود نداره. و یکی اگر میخوان ازدواج موفق داشته باشه، امیدوارم بینندگان اینطور برداشت نکنن که استاد داره تبلیغ کاری خودش میکنه، نه خیر، اگر میخوان ازدواج موفق داشته باشن، اینها حتما باید مشاوره ازدواج دریافت کنن. یک مشاور تمام ابعاد اینها رو مورد بررسی و ارزیابی قرار میده و بر اساس تخصصی که داره، بر اساس آزمون هایی که داره و به اونها میگن که آیا ازدواج میتواند تا حدودی یک ازدواج موفق بشه، یعنی که ازدواج هست که حتما به شکست مواجه میشود. دقیقاً. متاسفانه استاد، در بعض مواقع در افغانستان ازدواج ها خصوصا از طبقه جوان و خصوصا چون در این عرصه ما خیلی کار میکنیم و میبینیم از طبقه آقایان ما به خاطر ازدواج میکنن که یا طرف مقابل شهرت داره یا طرف مقابل ثروت داره یا هم به گفته آمیانش خاندار و ملکدار است که میتونه ازدواج ها رو خراب بکنه. به این سوال هم بپردازیم بعد از وقفه که چی پیامدهایی میتونه طلاق های عاطفی بالای فرزندان داشته باشه. عزیزای بیننده ای که نگارگر برنامه خودتان مجله زندگی هستین، ما امروز بحث داریم روی طلاق های عاطفی که خیلی یک موضوع مهم است. اگر شما سوال دارید میتونید به شماره تماسایی که روی اسکرین های تلویزیون هایتان درج شده تماس بگیرید و سوالتان را بپرسین. ما خیلی زود دوباره برمیگردیم، در ادامه برنامه با ما باشین. یک وقفه کوتاه آماده است، بیننده باشین. در ادامه برنامه مجله زندگی بخش روانکاو خوش آمدین. ما امروز روی طلاق های عاطفی بحث میکنیم. اگر شما سوال دارین میتونین به شماره تماس 0798-402-3 تماس بگیرین و سوالتان را بپرسین. استاد، مثل که در قبل از وقفه هم اشاره کردم، بپردازین به پیامدهای طلاق های عاطفی روی فرزند پروری و فرزندانی که در یک فامیل زندگی میکنن چی میتونه باشه؟ متاسفانه که از پیامدهای خیلی بدی که طلاق های عاطفی داره همین هست که فرزندان درگیر میکنن. کیفیت رابطه پدر مادر روی شکلگیری نگریش فرزندان و اجتماعی شدن اینا به شدت تاثیر داره. ما بیاییم ببینیم که این رابطه مسموم پدر مادر چی روی فرزندان، چی بلای سرشون میاد. اولین پیامد این هست که این فرزندان احساس امنیت از دست میدن. فرزندان که باید در یک محیط مملو از صفا، صمیمیت، مهرورزی کلان بشن
ولی وقتی در یک محیط کلان میشن که مدام چالش هست، درگیری هست، مورد بیمهری قرار میگه، اینا اول اتفاقی که در شما میفته احساس امنیت از دست میدن و مدام در استرس از این به سر میبرن که نکنه پدرم از دست بدم، نکنه مادرم از دست بدم. و مورد دوم این هست که تخلیه خشم روی کودکان، پدر مادر به خاطر فرزندان کنار هم میمونن تحمل، اینو مدام به فرزندان میگن که به خاطر شما هست که من دارم پدرت تحمل میکنم، من دارم مادرت تحمل میکنم و اگر شما نبودین من لازم نبود که وای زندگی کنم. و اینه که در واقع اون خشم روی فرزندانشون، روی کودکانشون تخلیه میکنه. چرا؟ چون اینا را مانعی نجات از این وضعیت میدانن. در این شرایط این کودکان خودشان مقصر میدانن در این شرایطی که به وجود آمد. ما مقصر هستیم که این حالت به وجود آمد. و مورد بعدی، پیامد بعدی این که این کودکان با خلای عاطفی کلان بشن. بله. چون مورد بی‌مهری و توجهی قرار میگیرن، بعد با همین خلای عاطفی ناب در جامعه رها میشن. وقتی وارد جامعه میشن اینا پناه میبرن به دیگران، به دیگران وابسته میشن و مورد سوء استفاده ها، بهره کشی های زیادی قرار میگیرن. ما کم نداریم کسایی که به ما مراجعه میکنن که امروز خودشون پدر مادرن. بله. بالغن و شکایت میکنن از اینکه در دوران کودکی مورد بی‌مهری و توجهی پدر مادر قرار گرفتن و چقدر اینها آسیب دیدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. مورد بعدی این کودکان بیشتر وقت خودشون رو در بیرون سپری میکنن و بیشتر مثلا در سن نوجوانی اینا به دام خیلی اختلافات و مشکلات رفتاری دیگه میافتن، دوزهای ناباب پیدا میکنن و وقتی هم که در خانه میان اینا پناه میبرن به تنهایی. بله. و در شبکه های اجتماعی تماس داریم با پوزش در ادامه حرفایتان میپردازیم. خواهر ما زکریا جان تماس گرفتن از ولایت سمنگان. زکریا جان به برنامه خوش آمدین، مصادای شما را داریم، بفرمایین سوالتان را بپرسین. سلام علیکم دکتر صاحب، به شما و استاد محترم. علیکم السلام. اولین ای بود که طلاق های امروز که شما در برنامه تان طلاق عاطفی است، همون طلاق توافقی است، یعنی که بین شوهر و خانم صورت میگیره؟ یک سوال و سوال بعدی می است که بعد از این طلاق های خانم و شوهر سهم مهر میبره یا خیر؟ درست است. سوال دومتان گمانم سوال دینیز، به برنامه معرفت تماس بگیرین بپرسین، انشالله با سوال اولتان پاسخ را میکنن. استاد قسم پرسیدن که آیا هدف از طلاقهای عاطفی همو طلاقهای است که توسط زن شوهر انجام میگیره و یا هم کدام متمایزیت یا کدام فرق داره؟ منظور از اینا فکر کنم طلاق های عینی بود. بله. طلاق های قانونی نه. بله. خیر، ما در ابتدای صحبتمون گفتیم که در طلاق قانونی زن و مرد کلا از هم جدا میشن، هیچ چیز مشترک با هم نداره، صیغه طلاق خوان نمیشه. طلاق عاطفی اینها با هم زندگی میکنن ولی اشتراکات احساسی، محبت، مهربانی و عشق و اینها مشاوره رو با هم ندارن، مثل دو تا همخانه با هم هستن و موارد عاطفی اینها از هم چی میشن، احساسی اینها از هم جدا میشن. بگذارین یک مثال ساده و خواهر ما اشاره بکنم. استاد، یعنی شما با یک زمان گرسنه بودین و میخواین نان بخورین اما در مقابل چشمایتان نان است و مایل به خوردنش ندارین، اما قسمه بشه باید می حرفایتان که در مورد پیامدهای طلاق عاطفی بالای فرزندان بود بپردازین. استاد گفتیم یک از پیامدها این هست که اینها با خلای عاطفی کلان میشن و مراجعین زیادی رو ما در این رابطه دیدیم که واقعا آسیب دیدن و در این حال خودشون امروز پدر مادر هستن ولی هنوز آسیب ها روی اینها هست. و مورد بعدی این هست که این کودکان استرس و استراب زیادی را تجربه میکنن، مدام در استرس و استراب هست. همین استرس و استراب تمرکز اینها را، حافظه اینها را مختل میکنه و باعث افت تحصیل اینها میشه. این کودکان کودکان توسری خور، کودکان بی جرأت، کودکان عقده‌ای بار میان و کودکان پرخاشگر و عصبی هستند و خشمهای انفجاری دارند به خاطر که مورد توجه قرار نگرفتن، محبت و مهربانی نسبت به اینها نبوده. و از همه مهمتر اینها در زندگی آیندهشون به عنوان همسر، به عنوان پدر، به عنوان مادر دچار مشکل میشن. بله. اینا بعدن همین مشکل با خانوادهشون دارن چون الگویی نداشتن. اینها نمیتوانن اما ابراز محبت و عشق علاقه را نسبت به همسر و نسبت به فرزندانشون داشته، در واقع یک دور باطلی که همینطور ادامه پیدا میکنه و نسل به نسل انتقال پیدا میکنه و وضعیت جامعه موجودی ما امروز همین هست دلیلش. دقیقاً. جناب استاد، در جریان که شما حرف میزدین از ولایت پروان خواهر ما پاکیزه جان تماس گرفته بودن و پرسیدن که شوهرم دائم امرایم جنگ میکنه و اصلا این جنگش کدام مورد هم نداره، من چیکار بکنم تا ایالت را درمان بکنم؟
با اینها ما همطور که همیشه اشاره کردیم به جایی که فرار کنن، به جایی که به تفاوت باشن، به جایی که اهمیت ندن، حتما حتما همراهشون روبرو بشن، صحبت میکنن. چون که ما گفتیم که ما در صحبت کردن هست که اون ریشه مشکل پیدا میکنیم، علت میفهمیم. همراهشون صحبت کنن که در واقع موضوع رو بفهمن و یه حل مسئله اتفاق بیفته. اما این دیگه این که گاهی وقت اینها، من فکر نمیکنم یک انسانی بدون دلیل جنگ کنه، جنجال کنه. حتما یه دلیل هست، یا دلیل پیش خودش هست یا پیش شما هست، من نمیدونم، یا اینکه مشکلات در حیطه سلامت روان هست، این شخص ممکنه که فشار کاریش زیاد باشه. اینه که در واقع اینها رو بررسی و ارزیابی کنن، با همسرشون صحبت کنن، فرار نکنن، قهر نکنن، به محلی نکنن، جنگ و دعوا هم نه، اونا دعوا کردن اینا نکنن، اینا حداقل آرامش خودشون رو حفظ کنن، او عصبانیت به آرامش تبدیل کنن که تا سرغ صحبت علت پیدا کنن که بشه براشون کاری انجام. استاد قبل از برنامه یک تماس داشتم که خیلی اکثر جالبم پرسیدن، گرچه من با خواهرم جواب دادم، شاید بیننده برنامه باشن، اما بازم خواستن که از زبان شما بشنون. این که در یک رابطه ناموفق و یک رابطه سرد زیادترین نقش یک آقا میتونه داشته باشه یک بانو؟ اگر منظور شما طلاق عاطفی هست، بحث عاطفی هست، مسلمان آقایان. حالا شما ناراحت نشین که ما انگشت اشاره به سمت آقایان بریم، من دلیل دارم. نخیر نخیر، به خاطر اینکه شما میدانید که خانم ها طبیعتاً ذاتاً مهر طلبن. بله. نه که ضعیف باشن، ذاتاً اینها به طوری هست، جنسیت اینها، جنتیک اینها، سرشت اینها که نیاز به توجه دارن، نیاز به محبت و نیاز به ابراز دارن. بله. ولی آقای از اون طرف میگه همین که من صبح تا شب کار میکنم، یعنی عاشق دستم دیگه، یعنی دوستت دارم، اما کافی نیست. اینها نمیتونن، آقایان چون ابراز احساسات به سادگی نمیتونن، چون یاد نگرفتن، الگو نداشتن، و اینجا خانم اول دچار طلاق عاطفی میشه. یعنی خانم اول از بعد عاطفی آسیب میبینن و بیشتری مسئله را متاسفانه ما طرف آقایان داریم. بله استاد، ما در یکی از تحقیقات خوانده بودم، اگر بانوها پیشنهاد شده بود، اگر آقای شما گفته ماه یک بار به شما میگه من شما را دوست دارم، یعنی دیوانه وار عاشق شما است. و اگر در 3 ماه و 4 ماه یک بار میگه، یعنی شما را واقعا دوست داره. و اگر در هر 6 ماه میگه، نسبتا دوست داره. و اگر در یک سال میگه، یعنی زواج شما زواج است که به خواست فامیل انجام شده. و قسمی که شما اشاره کردین، در بین آقایان متاسفانه یک غرور کاذب وجود داره که اجازه شون نمیده همو احساسات را که به طرف مقابل دارن ابراز بکنن. بپردازین استاد به راهکارا و ای که چطور بتونیم طلاق های عاطفی را در جامعه از بین ببریم، و خواهرای گرامی ما که برنامه ما را بیننده است، چون نسبتا سهم را در بین ما آقایان داریم، چی کار انجام بدن که خواهرای ما بتونن درمان بکنن؟ اولین نکته ای که شما آقایان باید در نظر بگیرید این هست که سعی کنید اما بله. عشق و محبت و احساساتتون ابراز کنید. دقیقاً. شما شاید باور نکنید، خانم پیش من میاد در کلینیک من گریه میکنه، میگه که 30 سال همراه زندگی میکنم، یک بار به من نگفته که دوستت دارم. بله. ببینید خیلی فاجعه است. بله. وقتی اینها رو میارم روبروی هم میشانم و به آقا صحبت میکنم و بهش یاد میدم مهارت گفتن، بازم میبینم براش سخته که بگه. ولی وقتی میگه، و این خانم واقعا حقیقی گریه میکنه، میگه 30 ساله که من منتظر شنیدن این کلمه بودم. یه در نظر داشته باشین که یک کلمه دوستت دارم، یک کلمه محبت آمیز، که از نظر شما شاید خیلی ساده باشه، که همین ساده رو نمیگن، امتناع میکنن، میتواند یک هفته، یک ماه این خانم رو شارژ کنه. یک ماه، یک هفته، چون نیاز این خانم هست، به این خانم احساسات خوبی دارم. پس بنابراین ابراز احساسات داشته باشید، یاد بگیرید که ابراز احساسات داشت. دیگه زمان این حرفای پوچ که زنزلیل است و فلان است گذشته، اینا رو دیگه باید کنار گذاشت، اینا رو باید دیگه انداخت توی سطل زباله، اینا دیگه کاربرد نداره در زندگی امروزی. مورد دوم این هست که از ازدواج های احساسی و ازدواج های بدون شناخت ما دوری کنیم. بله. زود عاشق میشن، زود هم ازدواج میکنن، خیلی داریم و رو به گستریش هم هست. بر اساس شاید یک جذابیت ظاهری بوده، شاید به خاطر یک موقعیت اجتماعی بوده، چیش میشه روی سایر موارد بسته، بعد که زیر یک صف میره میبینه که خیلی موارد مهمتر بوده که چشم ای نادیده گرفته شده. اما مورد بعدی این که تسلیم ازدواج های اجباری نشد لطفا. ما نباید به خاطر پدر، مادر، به خاطر که سنم بالا میره، به خاطر موردهای دیگه، این که خیلی اوقات میگه برای بچه زن بگیریم، بسیار ببخشید که آدم شوه، رفیق بازی رو بگذاره کنار، سکریت کشیدن رو بگذاره کنار، این دختر شوهر رو بدیم که چون شیطنت میکنه و این آرام میشه. ما گفتیم ازدواج اصلا رابطه درمانی نیست، پس بنابراین به این دلیل تسلیم ازدواج نشه. مورد بعدی این که تعهد در ازدواج حفظ کنیم.
و زمانی که شما ازدواج بکنید، فکر این که رابطه خارج از این ازدواج شرایط شما رو بهتر میکنه کاملا اشتباه هست. این فکر باعث میشه که روی رابطه فعلی شما فشار بیشتری وارد بشه و این فکر اجازه نمیده که شما انگیزه برای تغییر رابطه فعلیتون داشته باشید. پس از رابطه های موازی به شدت جلوگیری کنید، وارد رابطه سوم نشوید به هیچ عنوان. مورد بعدی این که برای همدیگر وقت بگذارید و با همدیگر یک سری فعالیت های مشارکتی رو ترتیب بدید. هفته یک بار در حد این که برین با هم یک آیس کریم بخورید، در حد این که 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه شما قدم بزنید، در حد این که یک آشپزی رو مشترکاً با هم پیش ببرید. هیچ اشکالی نداره که اگه یک مرد در آشپزی کمک خانومش کنه، هیچ جای این رو بد نگفته، ولی اگر همسرش ازش افسردگی بگیره ای اصلا این بده بخیر. یک همسر در تشنگی عاطفی افسردگی بگیره، استراب بگیره، مادر فرزندش. اما اول بعدی این برای که اون شعله ازدواج خاموش نشود، ما سعی کنیم اما احساسات و خاطرات اولیه ازدواج مرور کنیم گاه اوقات با هم دیگر. جاهایی که رفتین، مکانهایی که با هم رفتین، عکسایی که گرفتین، حال و هوای اون فضا رو سعی کنید مرور کنید و در زندگی ایجاد کنید و این شعله زندگی را و اون ازدواج روشن نگه می‌دارد. مورد بعدی این که سعی کنید دخالت های خانواده ها را هوشمندانه و زیرکانه مدیریت کنید. متاسفانه خانواده ها هم گاه اوقات خیلی اشتباه میکنن. این فکر میکنن که این دلسوزی هست، به دلسوزی از پسرشان، دخترشان، یک سری دخالت های بیجا و بیمورید میکنن. اگر این بچه شما، اگر این دختر شما بلد نبود که زندگی مشترک پیش بره، چرا زن گرفته؟ چرا شوهر دادید؟ پس بنابراین اجازه بدین و به اونها اعتماد کنین که خودشون از اون زندگی رو پیش ببرن و محترمانه سعی کنن و دخالت های خانواده ها رو کاهش بدن در اون روابط دو نفره خودشون. و حتما سعی کنن تعامل و ارتباط مستمر و دائمی را حفظ کنن. در دنیای امروز که در واقع عصر دیجیتال دیگه، تلفن های هوشمند، تنوعی در فیلم ها، گیم های متنوع، اگر ما حواسمون جمع نباشه خیلی زود اینها جای عزیزان ما رو میگیرن. وقتی حواسش میشه که مثلا من چند روز با همسرم صحبت نکردم، وقت نگذاشتم، حتما روزانه 30 دقیقه وقت برای خودشون بگذارن، برای که با هم صحبت کنن، تعامل کنن، افکارشون رو با هم دیگر در میان بگذارن و گوش بدن. روانشناسان میگه یکی از ویژگی های زندگی موفق و بانشاد هنر گوش دادن هست. مخصوصا آقایان در این زمینه با ضعف دارن متاسفانه، حال و حوصله گوش دادن زیاد و ندارن. خانم ها باید صحبت کنن، حرف بزنن، با جزئیات هم بگن. اگر آقای کنار از بشینه به حرف های از گوش بده، در دل های از گوش بده، این خانم خیلی بهتر میشه، وضعیت و روابط خیلی بهتر میشه. اینها جمله مواردی هست که اینها رو در نظر بگیرن و حتما مهارت ها رو آموزش ببینن. یک از دلایلی که مسئله طلاق اتفاق میفته، ما مهارت مهرورزی، مهارت رابطه، عشق ورزی، محبت کردن یاد نداریم. کسی به ما یاد نداده، ما الگو نداشتیم، مطالعه و آگاهی هم نمی کنیم. همینطوری پدر مادر تصمیم گرفته، همینطوری چشم بسته تسلیم یک ازدواج میشیم. ما برای پروریش یک گیاه، یک گل هم مری مطالعه میکنیم. ما برای گرفتن خیلی ساده یک کیلو کچالو رو تا بالا میکنیم، ولی برای تشکیل یک زندگی ما مطالعه نمیکنیم. ما آموزش نمیبینیم. حتما باید آموزش ببینیم. ساعتها وقت میگذاریم برای خرید کیک، برای رزرو هتل، برای نمیدونم آرایشگاه، لباس فلانی، در حالی که هیچ کدام آنها در احساس خوشبختی زن و مرد تأثیر نداره. اما اگر یک صفحه کتاب بخونه، همون یک صفحه کتاب حتما در احساس خوشبختی تأثیر خودش داره. پس حتما و در زمینه تفاوت‌های همدیگر حتما آگاهی پیدا کنم. خیلی کتاب‌های خوبی داریم. حتما آقا باید بدونه که یک خانم چه تفاوت‌هایی با من داره و یک آقا چی تفاوت‌های با من داره. این در زمینه تفاوت‌های همدیگر حتما اینها برن مطالعه کنند. در مورد مهارت‌های ارتباطی که ما یک جلسه رو داشتیم به طور کامل صحبت کردیم و این آموزش‌ها رو ببینن. زمان اون گذشته که ما بتونیم بر اساس اصولی که از خانواده‌هامون به ارث بردیم زندگی رو پیش ببریم. قدیما خیلی انتظار نداشتن، در حد همی که یک نانی بیارن، یک پدر فرزندان باشه، یک مادر باشه، کفایت می‌کرد. ولی الان ما انواع نیازها مطرح است، احساسات عاطفی مطرح است، وقت گذاشتن مطرح است، ارزش دادن مطرح است. اینا که حتما مطالعه و آگاهی. اگر همه این راهبردهای اصلاحی رو به کار بردن، نتیجه نگرفتن، حتما به یک متخصص، به یک روانشناس و مشاور امن مراجعه کنن و از اونها راهبردها رو بگیرن، اگر به زندگیشون، به نسل آیندهشون اهمیت و ارزش میدن. دقیقاً استاد، میخوایم نیست آخرین حرفا با شما، به حرفای شما بیافزاییم که
باید آقایان گرامی و خواهرای عزیزی که برنامه ما را بیننده هستن متوجه مدیریت کردن حرفهایشون در دوران نامزدی هم باشن، چون انقدر استاد اینا در دوران نامزدی حرف میزنن از شماره پایشون شروع که نمبر بود چند است و فلان کار را در کجا انجام دادی، هیچ حرف به گفتن نمیمونن. وقتی که ازدواج میکنن دیگر هیچ اشتیاق ندارن تا کدام حرف پنهان داشته باشن بگن و کدام حرف دیگر. اصلا تخم طلاق عاطفی گاه وقت در دوران نامزدی پاشیده میشه، همونجا پاشیده میشه و این باعث میشه که ادامه داشته باشه تا هر وقتی که اینها هستن. دقیقاً. تشکر استاد از حضورتان، خسته نباشین. همچنان عزیزای بیننده سپاس از شما که یک ساعت بیننده برنامه مجله زندگی و خصوصا بخش روانکاو بودین. تا اینکه روز بعد با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، تمام شما را به خداوند پاک و لایزال مسپارم. تا کلام و سلام.